سلام، اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته. سلام. دو تا مهمون خیلی باحال داریم، بچه های پادکست آجیل. میتونی سلام کنی؟ اسما رو بگو دیگه. شبنم و یاسی. این دو تا هم هستن، نمیبینیدشون ولی این دو تا هم نشسته. فراد و فرزاد هم با مان. و اینکه میخوای توضیح بدی از اینکه اول اینکه من خیلی خوشحالم که ما بالاخره شروع کردیم ضبط کردن. 45 دقیقه است داریم ستاپ میکنیم. نه شما 45 دقیقه است. آره، از 8 صبح دارم اینجا سیم بس. اونایی که نمیدونن بدونن این اخلاقی که از ایمان میبینید موقع ضبط، اون اخلاقی نیستش که در واقعیت ما ازش میبینیم. هیچ وقت اخلاق قبل ضبطش رو نمیشه تحمل کرد. موقعی که کار جدیه یه جوری امر و نهی میکنه به اون فرهاد بیچاره. تو کارهای دخالت میکنی که اصلا هیچ سررشته توش نداره. کارهایی که سلیقه نیاز داره رو بذار کنار کلا. اون اخلاق درست نیست. چه خبر؟ سلامتی. شما چه خبر؟ ما هم خوبیم. مرسی که امروز دعوتمون کردید اینجا صحبت کنیم. آره، اون میکروفون یه ذره بالا پایین میشه. هر جوری دوست داری میتونی بالا پایین رو. آره، چپ راست. آره. خوبیم، خوشحالیم اینجا هستیم. ما هم خیلی اکسایتدیم که بالاخره شروع شد. الان چند ساعت خسته شدن بچه‌ها از یک اینجا. یک ساعت. نه حالا یک میگم سر وقت نیومدید. 1:10 5 دقیقه قبوله. نه قبوله. تصادف هم داشتیم می‌کردیم پایین. چرا؟ بچه‌ها وایساده بودن ما. خیلی عالی. بچه‌های پادکست آجیل، بچه‌ها هستن که توی ونکوور شروع کردن. چند تا اپیزود الان تا الان دادید؟ اپیزود 16 هممون همین امشب میاد. آره. اپیزود 16 شون هم امشب میاد. مبارک. و اینکه چهارشنبه مگه نمیاد؟ بله، ولی چون که روز زنه. آها. ویژه نامه. ویژه اپیزود ویژه. آجیل مخصوص. آجیل مخصوص. ما گفتیم که اول فصل گفتیم که دوست داریم با پادکستر مختلف صحبت بکنیم و همچین سعادتی نصیب ما شد و اینکه چند تا پادکستر خوبه توی ونکوور پیدا کردیم و خانوم هم هستن دیگه. همینطوری به ما ایراد میگرفتن که چرا مثلا توی گروهتون خانوم نیست، که هر هفته به ما میگن. دیگه گفتیم که شما رو دعوت بکنیم که در روز زن شما. آره، همین رو میخواستم بگم. دلیل انتخاب این قسمت این بودش که حالا ویژه برنامه روز زن 8 مارس ما از شبنم و یاسی دعوت کردیم که افتخار بدن به ما. نگاه کن بعدم میگی چرا بهش بی احترامی. رفته برای خوش شیرینی برمیداره. اون گوشه واسه خودش یه نون داره میخوره. آره، این همه زحمت پشته تو پشت صحنه کشیده میشه. خیلی زیاد استفاده میکنی از اینکه پشت صحنه. بله بله، بفرمایید. چیل کرده اون پشت مقابل. خب توضیح بده. آره دیگه، همین گفتم، به مناسبت روز زن ما دعوت کردیم که این دو عزیز به ما بپیوندن. ما یه ذره قرار گفتگو بکنیم در رابطه با اینکه حالا چی شد که اصلا پادکست رو شروع کردن، و چون این در واقع اون نقطه مشترکیه که ما رو به هم رسون. ما پادکست داشتیم تو ونکوور، شما پادکست داری تو ونکوور. دلیل این انتخاب این بود. میخوایم یه ذره گفتگو کنیم از اول چی شد که به ذهنتون رسید، بعد چجوری شروع کردید، چه سختی هایی داشتید. دیگه براتون بگم که چه واکنشایی آره بهش شد که مثلا در مورد اون برای داستان زیاد داریم، با اینکه 2 ماهه شروع کردیم هنوز واکنش آره داستان زیاده، ولی میخوام من اول بگم. بگو. آره بگی اصلا ایده هر کجا جرقه زد. خب ببین، من و یاسی دوتام خیلی بکگراند یا پیشینه پیشینه. شما میگی کارون، شما انگلیسیشو بگو کارون برات اینجا متفاوته. من داشتم داروسازیه، بعدش هم هلت خوندم کلن توی اون زمینه. سلامت. آره. یاسی خب رشتش متفاوته با من، ولی من و یاسی فکر کنم 7 ساله، چند ساله، 6-7 ساله هست که با هم دوستیم. چقدر دقیق. آره خیلی دقیق. یعنی اینطوری نبود که اول مثلا شبنم با هم دوستیم، توی مثلا توی اول صمیمی زیاد نبودیم با هم. زیادم خوشتون نمیاد احساس میکنم اولیش این دوری خیلی. آره نه اتفاقا خوشم میاد، ولی زیاد فرصت نشد. یعنی تازه با هم آشنا شده بودیم. آره. که ما موف کردیم بعد دوباره با هم اومدیم ونکوور، چون قبلش ویکتوریا. آره. بودیم ما موقع با هم اونجا. آها، تو ویکتوریا هم دیگه. آره، هم دیگه تو مهمونی ها اینا میدیدیم. ولی ویکتوریا یه شهره که همش تو مهمونی ان. نه بابا، همه تو دانشگاه. اون دانشگاه ویکتوریا آخر هفته همه تو مهمونی ان. شایعه است.
به خدا شاید ما چیزایی که شنیدیم اینطوریه. آره حالا اینجوری داشته خیلی دانشگاه خوبیه. اینه کلمتون شکر. بله آره از اونجا بود. ولی خب حالا با هم مدت زیادی دوست بودیم، ولی اینجوری شدش که یاسی خب بیشتر توی زمینه پادکست هم آشنایی داشت، هم مثلا میدونست چی به چیه و پادکست های فارسی رو دنبال میکنه. حالا خودشون قصهشو میگه، خودشون آره خودش میگه خودش. ولی مثلا منم اینجوری بودش که چند بار حالا یه تلاشی کردم که حالا در زمینه کانتنت کریشن مثلا می‌خواستم یه چیزی بذارم روی تولید محتوا. تولید محتوا تولید محتوای مفید. آره ولی اینکه حالا خب همیشه این بودش که اصلا فارسی بذارم یا نذارم. خب یکم همیشه شکم به این بود. این محتوا فقط صوت بود یا نوشتاری نام بود؟ آره بیشتر حالا نوشتاری و وبلاگ چیزی داشتی تو این مایه ها. آره دل نوشتاری نه خیلی آخه طول نکشید که بیشتر هم تو همین زمینه سلامتی و اینا بود که دیری نپایید که آره. بعد کلا اینجوری بود، بعد دیگه با یاسی یه بار صحبت کردیم راجبش و خیلی هم اتفاقی مثلا فکر کنم رفته بودیم مهمونی آره داشتیم با هم حرف می‌زدیم، نه خونه یاسی نه حرف می‌زدیم، و اینجوری شدش که بیا بابا یه پادکست بزنیم و اینا با هم شروع کنیم. منم گفتم که باشه، ولی یه چند روز راجبش فکر کردم یعنی، و ولی فکر کنم دوتامو خیلی مشتاق بودیم، یعنی یکم من رفتم بیشتر دیدم مثلا میشه نمیشه، چون من وقتی میخوام یه کاری بکنم خیلی بهش فکر میکنم و آره خیلی اینجوری تصمیمات احساسی نمیگیرم. ما هم دقیقا همینجوری بود، ایمان گفت بزنیم، گفتم باش. بعد یه ثانیه، بعد دو سه روز فکر کردم من نرفتم چند روز فکر کنم، من رفتم استرالیا برگشتم. آره من فکر کنم به ایمان گفتم چرا مثلا ما رو باید گوش بدن. نه من اینجوری بود، تنها مشکل من همین بود، من فکر کردم ولی آره اینجوری بودش که اصلا خب چی میشه راجب چی باشه. بعد یکم فکر کنم یه سه چهار روز بعد با هم صحبت کردیم و من دم هنوز هم من نظر مثبت هم یاسمی، بعد دیگه گفتیم شروع کنیم. حالا این شد که اصلا چی بشه و راجب چی بشه، بعد دوباره یه مدت روش حرف زدیم و فکر کردیم، بعد من دوباره نظرم عوض شد گفتم نه ولش کن. اون وسط قلبمو شکوند. آره دلش شکوند. چرا؟ من دلش شکوندم، ولی توی همین فاصله که من گفتم نه کلی رفت جایگزین پیدا کرد. الان مثل شما که رفت گفت ببین من میشه خودم انجام بدم، گفتم خودم آره ازش اجازه گرفتم. واقعا نباشی دوستام هستن. آره یه جوری جایگزین بدم. الان به این نتیجه من بهش گفتم که ببین میخوای این کارو بکن بکنم، ولی فکر نکن مثل پادکست میشه که با من میسازی ها. نه آخه بهشم چون نمیخواستی بری مثلا دیدم دو دله هنوز، گفتم من میخوام با یکی دیگه شروع کنم این داستان. آره منم که یکم چیزی بگم، تنها چیزی نه تنها چیزی که اون موقع داشتیم آجیل بود، اسم بود. آه شما از اسم شروع کردیم، ما آخری چیزی که پیدا کردیم اسم بود. آه. ما کلی جروبست داشتیم سر اسم. یه چیز دیگه هم بود که شبنم میگفت خب اینجا مخصوصا حالا پادکست های انگلیسی خب حتما یه اصولا یه تمی دارن به یه داره. چیزی کانکت میشن بعده. درسته؟ شبنا مثلا میگفت ما باید اونو پیدا کنیم اون تم اصلی رو. من تو بودم نه تم نمیخوام. آره بعد خب یکم از همه حرف بزنیم چیز این دیگه، مثلا یکم واقعا پرسونالیتی ما خیلی با هم فرق میکنه. بعضی چیزا مثلا من میگم که اینو اندرو یاسین میگه نه مثلا من باش راحت نیستم، از این چیزا هم داریم دیگه. یعنی محکم وای میستی رو نظر وای میسته دیگه. ولی خب همیشه هم دیگر فهمیدیم. آره آخه نه من میخواستم یه برداشتی که داشتم حالا از شنیدن قسمتاتون این بودش که معمولا حرف باید حرف شبنم باشه، چون تو اپیزود ها اصلا نمیذاره یاسی حرف بزنه، همه رو خودش میره. کارو میخواد دعوا بندازی؟ نه اتفاقا ما توی اپیزودامون البته حالا قسمت 85% شبنم اینجا بعد تایمر بذاریم، شما یه 30 ثانیه وقت دارید. نه ببین واقعا ما اپیزودامون که حالا اگه گوش داده باشی من گوش دادم. ببین چیزه مثلا واقعا سکشن آماده کردیم از قبل و هر کسی زمان خودش رو داره. بله تعداد سکشن ها مهم نیست، اون مجموعه زمانی مهمه. حالا خیلی نمیرم دیگه توی تا اینجا فکر کنم بگم که اینجوری شد که ما تصمیم گرفتیم و راه افتاد دیگه آجیلو و استارتش رو زدیم. میکروفون خانم شبنم قطع کنید. 27 دسامبر شروع شد و دیگه حالا خب شبنم کلا یعنی با تهدید شما رو کشون تو پادکست که اگه نیای دوستان میان. اون بنده خدا رو که انتخاب کرده بودی چی شد؟ یعنی اونا بهشون گفتی دلش شکست این دفعه. دلش شکست استاد بعد. اون میگفت از ما استفاده ابزار از اسم. حالا آخره به اونم ازش یه تست کمیستری گرفتم که ببینم آقا ما اصلا حالا نگو شاید
تسته که میسری چیه؟ مثلا گفتم یه دو کلوم با هم حرف بزنم، نه هیچ وقتی نذاش، گفتم خوب دیگه از باری. آره ولی خب دقیقا مثلا منم میدونستم که چیه ایمان افتاد اون رفیق، یعنی تو ذهنش یه چرت و پرت جنریت شده تو که میشه گفتن اصلا وقت نیست برو گم شو اصلا نمیخوام. نه ولی خب واقعا اینجوری بودش که من خودم گفتم که تست کنم، میگم دیدم اون چیزی که میخوام در نمیاد، نمیذاره حرف بزنه. ولی سر بود، من دلم میخواست دو تا دختر باشیم حتما. آره بعد اینجوری شدش که بعد بهش گفتیم رشوه دادیم، البته گفتیم حالا یه بار مهمون میاریم. آوردین؟ هنوز وقتش نشد. بعد فردا روز اگه من میگفتم میخوایم دو تا پسر باشیم، اون موقع به ما گیر میدادن. نه چرا؟ نه الان دو تا پسر که چی؟ 4 تا پسریم الان. کی داره بهتون گیر میده؟ ای فاز داد دختر من دوست داشتم داشته باشم. کمتر بخور. خب یاسی بگو. خب شما بگو. داستانشو یاسی بگه. داستان چیشو از کجاش بگم؟ که چی شد پادکست آجیل؟ آه اوکی. اصلا میخوای از اسمش بگین؟ شما اسمشو اول داشتین دیگه، اصلا اون اسمو بگین. من اسمایی که گفتم الکسیر. چی چی؟ الکسیر. الکسی یعنی چی؟ الکسیر دیگه. اسمای خب من هری پاتر اینا خیلی دوست دارم. خب بعد کلا مثلا یه جوری ایمان تیشرتش. آره ببین آیلی ای ول ایمان، بعد می‌خواستم حتما اسمای یه جوری رفت پیدا کنه به هری پاتری، جادویی، مثلا چیزی اینطوری. میذاشی وینگاردیوم لویوسا. آره بعد با شبنم حرف زدیم، بعد تقریبا یه روز شبنم زنگ زد بهم گفت یاسی به نظرت آجیل چطوره؟ اینجا هم بعد... حرف شبنم به کرسی نشست. مانیپولیت کرد. حل نکردیم با اسم. نه نه خیلی اسم زیاد دادم. زیاد دادم. خیلی اسم زیاد. چی بود بقیه؟ اسم دادیم. یه چیزی شو یادم نیست چی شو. آها چند تا هم با شو مثلا پرسنگ هیچ کدومو دوست نداشتم. بعد آجیلو که گفت دیدم آجیل. آخه یاسی هم مثلا یکم چیز یکم نمیدونم به نظر مثلا آجیل یه جوری هم هست که من از اول فکر کردم که مثلا یاسی با توجه به خلق و خویی که داره خوشش بیاد، یه جوری فانه. خودم همیشه توی مهمونی ایرانی مثلا عید چیه همیشه یه ظرف آجیلی داره، یه نشونه یه وقت خیلی خوشه. خب بعدم اون موقع که شبنم زنگ زد گفت هیچ مثل مخلوطی از همه چیه، مثل پادکست ما که مخلوطی از موضوع متفاوته، هم این بود هم این که نشونه وقت خوش یه دل پرسونال دیگه هم برای خودم داشت. بچه هم اومدن زحمت کشیدن یه ظرف بزرگ آجیل هم آوردن، میتونی بعدا به دوربین نشون بدی ظرف آجیل چیزی مونده ازش. شروع کردی؟ اون پشت معلوم نیست داره چی کار میکنه، همه چی رو چای میکنه. بعد آره حالا دیگه از اون مهمونی شروع شد، بعد اینطوری بودم که شبنم نیست اصلا پادکست اینطوری، من دلم میخواد پادکست فارسی اینطوری باشه، چون انگلیسی هست تعداد زیادی هست که خیلیشون من دوست دارم گوش میدم. بعد خب یه جای دیگه هم که من پادکست واسم شدم، یه سری از ریسرچ های پی اچ دی با پادکست شروع شد، یعنی میخواستم یه سری تکنولوژی های صدای غیر همزمان یه چیزی درست کنم که تکنولوژی صدای غیر همزمان داشته باشه و معروف ترین چیه؟ پادکست دیگه. بعد یه استادی درست حسابی می‌خواستم که راجبش باشه، در مورد کلی این که آدم‌ها چجوری از پادکست استفاده می‌کنن، مثلا چرا میرن سراغ پادکست. ولی بیشتر استادیایی که بود برای درس دادن بود یا مثلا آموزشی بود یا مارکتینگ پادکست ها بودن. و خلاصه من دور همیشه اصلا نه استادیو انجام دادم که ببینم کیا، چرا، چگونه، اصلا چیه کلا، چرا آدما تو خلوت خودشون دوست دارن پادکست گوش بدن. و خب کلا از اون موقع باش آشنا شدم دیگه ولش. این مال چند وقت قبل اینه که ایده 15 است. از اون موقع هم تو ذهنم مونده بود که دلم میخواد چنین کاری رو بکنم. بعدم یه لینک دیگه هم این بود که ایرانی کنان گوش میدادین شما؟ آره. اگه بچه های ایرانی کنان گوش میدن ایول خیلی دوستتون دارم. بعد من یه شغلی داشتم اینجا، کوآپ بود، بعد شرکتم اصلا دوست نداشتم، مثلا 50 تا مرد مثلا میان سال سفید بودن با من مثلا. ایدئال شرط اصلا ایدال. یه چیز وحشتناکی بود، بعد اصلا دوستش نداشتم. بعد مثلا اون مخصوصا از وسطاش دیگه
ای برخوردای چرتی شده بود که من خوشم نمیاد. دیگه اون 60 روزم که راجعش رفتی. 30 روز آخر رو دیگه فقط ایرانی کن گوش میدادم که بخندم سر کار و اصلا کاری به محیطم نداشته باشم دیگه. آن ریپیت داشتم ایرانی کن گوش میدادم. و از اونم بود دوست داشتم یکی رو اینجوری خوشحال کنم. ایرانی کن هم حیف شد رفتن. حالا یه جایی من درمشون شنیدم، شاید حالا نخوام بگم، یعنی نباید بگم، ولی رفتن یه میان مثلا وعده رفتن آره بریکی بگیرن و برگردن دیگه، متاسفانه نیومدن. ولی رادیو جوان پخش میشد، خیلی هم پاپیدار بود، خیلی هم قدیمیه. 2011 این 2012 من گوش میدادم. 11 12 بود داره. من فکر کنم یه بار میشه. اون اسم خانم شبنم بود. شبنم بود. همینو فقط میدونم ازش. و خیلی باحال، من پادکست قشنگ خیلی گفتگو محور بود، تیکه مینداختم به هم. مصبت ایجنه می شد، می رفت می اومد. یکی نمیشه دوست داشتنی ترین بیادبا بودن. آره. خب بعدش اینکه پادکست رو شروع کردین و الان چجوریه؟ اوائلش مثلا اپیزود اول رو ریلیس کردین چجوری بود؟ اپیزود اول نه چقدر طول کشید که شروع کردید بعد ریلیس؟ از نوامبر شروع کردیم ضبط کردن. آره یه ماه ضبط کردیم، یه چند تا بعد دستان پخش یک ماه پخش. فکر کنم اینجوری بودش که مثلا افتادم تو اون داستانا کلن دیگه، اینترنت قطع بود. یک ماه اینجوری شد که ما فکر کنم مثلا تحقیق کردیم و بر خودم مثلا ددلاین هفته دیگه اینو مثلا ببندیم. هی میذاشتیم ما هم از این کار رو بعد فکر کنم، ولی کلن آره تا از تصمیم تا پخش مثلا فکر کنم شد یک ماه یا یک ماه و نیم. خیلی سری بودیم. ولی خب اولا ما 5 تا اپیزود با هم دادیم. 4 تا اپیزود با هم دادیم. یه سیزن کامل و بچه با میخواستیم این کم آشنا بشن با اینکه سبکمون چیه. آره بعضی هم اتفاقا گفتن چرا این کارو کردید و اینا، ولی خب چراش خب فکر آدم یاد میگیره دیگه. هم یاد میگیم هم واقعیتش ما تحقیق کردیم، گفت اینجوری بود. یعنی توی گفته بودن اولش مثلا یه تعداد بذارید که حالا شاید من خودم به شخصه اگه مثلا یه پادکست باشه یکی باشه شاید کمتر ترغیب شم برم. آره دیگه میدونی مثلا یکی که میاد حداقل 3-4 تا اپیزودو ببینه چه خبره. شما هم چون هفتگی میدادید، یعنی یه هفته یه ماه بعد میومد اون 3-4 تا عملا بیرون بود. آره دیگه ما خب خیلی اینجوری بود که دوست داشتیم یهو همه بیان. خیلی سرعتتون خوب بوده یه ماه. ما 6 ماه فقط رومون نمیشد اصلا جایی پخشش کنیم. شما خیلی تکنیکالید. بچه های 6 ماه طول کشید من بهشون توضیح بدم بعد تو این صحبت بکنید. میکروفونه. یک ساعت واقعا باید با فراد صحبت میکردم، بعد آخرم هی همش اینطوری میکنم وسط پادکست اشاره مثلا واقعا ما زبان اشاره داشتیم با هم دیگه. یعنی ما مثلا میخواستیم آره چون ما از اولش هم اینطوری بود که حالا اون 6 ماه اولی که شروع کردیم ضبط کردن اینطوری بود که نظرمون این بود که اصلا استاپ نکنیم، یه تیکه یه تیک همه رو بریم. آره و برای همین برای اینکه بپریم تو حرف هم دیگه اینطوری بود که من میگفتم الان میخوام صحبت کنم، بعد ولی هیچ وقت استراکچر اونطوری نداشتیم که مثلا قسمت های مختلف باشه، این قسمت مثلا آخه برای ما کلی هم طول کشید ما ارتباط مغز و زبونمون برقرار شه. ما اصلا یه جمعه فکر رو به زبون نمیتونستیم بیاریم، کلی زمان برد که این ارتباط نصف نیمه برقرار شه. ولی شما خوبه یه ماه پخش کردید. فکر کنم ما هم هنوز این مشکل رو داریم که خب میپریم تو حرف هم دیگه، داریم روش کار میکنیم. ولی نه اون که ویژگیه، مشکل نیست. آره دیگه حالا نمیشه فیچره باگ نیستش. ولی کلن آره توی یک ماه که اومدیم بالا و خوب شد که شنیدم شد و تا الان هم که مثبته. ما کلن از فیدبکی که گرفتیم راضیم، حالا همه جورش هست ولی خب بیشترش مثبت. بازخورده رو یه ذره بیشتر میخواید بگید؟ چون من گفتم اول بگید واکنش ها چه جوری بود حالا از نزدیک مثلا افراد، یعنی دور و بریا اول مثلا دوست خانواده دور و بریامو که چند دوستامو که فهمیدن اول که ما موقعی که اینو لانچ کردیم، روزی که لانچ کردیم دست جمعی 15-20 نفر رفته بودیم یه ویلا، مثلا یه حالا ویلا چیه مهمونی، نه یه خونه گرفتیم مهمونی هالیدی بود دیگه، ببین تعطیلات کریسمس مهمونی بود، رفته بودیم یه خونه بزرگ گرفته بودیم مثلا 20 نفر تولد حضرت مسیح خواستیم جشن بگیریم. آره دقیقاً. و دیگه اونجا به همه دوستامون گفتیم
که الان بچه ها یه همچین چیزی هست. یعنی قبل هیچ کی نمیدونست؟ نه هیچ کس نمیدونست. لانچ پارتی بوده. آها. حالا اونو میخوایم مفصل بگیریم، هنوز نرسیدیم بهش. لانچو امیدوارم هم دعوت بشیم. آره پاور لانچو. بله یه نظیم مهمونی ها دعوت شیم. دیگه اینجوری شد که بعد دور برایمون چند نفر که گفتن آفرین اصلا خوبه به جرأتتون که این مثلا فکر رو کردید و نترسیدید اومدید. چرا جرأت؟ خب این به خاطر اینکه یک اینکه فضای پادکست رو که دیگه حتما دیدید دیگه، پادکست های به خصوص فارسی بسیار میل دامینیتد، همه آقا بیشتر آقان. بیشتر آقا مرد سالاری توش آره خاله. مرد سالاری خانوم هم هست و خیلی کار خوبی هم دارن میکنن، ولی خانوم هم بعضی هاشون هستن که مثلا خیلی کلن پادکست محتواش محتوای زنانه. یعنی خب این باعث میشه که بیشتر خانوما گوشش بدن. درست. ولی من و یاسی هدفمون بودش که پادکستی باشه که با اینکه ما دوتا دختریم ولی خب آقایون هم گوش بدن دیگه، همونجوری که پادکست پسر رو. یعنی اولش اینطوری شروع شد که گفتیم خب به نظرت کیا شنونده ما هست؟ گفتیم خب شاید دخترها. بعد گفتیم فکر می‌کنین پسران وقتی دارن با هم دیگه پادکست می‌سازن فکر می‌کنن که فقط پسرا به حرفشون گوش میدن؟ نه. بعدم احساس کردم که لازمه همه ایده‌های همه رو همه بشنون دیگه. و این پیش‌ورزه فکر کنم از کجا میومد؟ چه فکر می‌کردی؟ فکر می‌کنی از کجاست؟ بیشتر قوی که داره. چی که پسر چرا پسر؟ خب ببین نه چرا حدستون بود که دخترها مثلا بیشتر گوش میدن؟ ولی بعد می‌خواستی طوری باشه که پسرا گوش بدن. یک به خاطر اینکه خب یکی از دلایلش اینه که خیلی از حتی تو پادکست های انگلیسی، پادکست هایی که من خودم گوش میدم و دنبالش میکنم، تعداد زیادی از مخاطباشون همون خانوما هن. شاید به خاطر اینکه بیشتر رو مسائل خانوما متمرکز هستن. و یکی دیگه این که خب به خاطر که همه پادکستر ها آقا هن بیشتری ها، به خصوص تو زبان فارسی، و به شدت جای خانوما خالی اینجوری شدش. حالا برگشتیم به واکنش دور برایام که همه خیلی ساپورتیو بودن، ولی خب ما باید بگیم یعنی از طرف جامعه پادکست فارسی هم واقعا حمایت شدیم. فکر کنم جامعه پادکست فارسی خوب اومده باشن. بچه‌های مثلا رادیو نیست روز اول ما رو استوری کردن، بعد خب خیلی خوشحال میشد. بعد ازشون پرسیدم مثلا اشکالی داشت چیزی؟ گفت نه آیلی بود، برین جلو مثلا. اوکی آره خیلی خوب بود دیگه. بعدش که دیگه حال البته خب ما هم خودمون بعد دیگه کم کم بقیه شناختیم اینا، و تا الان هم فکر کنم خوب بوده. داشتیم حالا میدونین هر همه جور فیدبک داشتیم، ولی خب بیشتریاش مثبت بوده. آره خوبه دیگه، چی از این بهتر. ولی خب دارم این فکر میکنم که پیش ذهن آدم ها اینه که مثلا اگه مثلا یه پادکست باشه که دو تا پسر یعنی یه سری مرد باشن، برای من راحت تر شاید بشنوم دیگه، چون احتمالاً با مسائلی در مورد مسائلی صحبت میکنن که برای منی که مثلا مردم بیشتر به وجود میاد دیگه. اتفاقا ما اصلا امروز اومدیم اینجا راجع به این مسائل صحبت کنیم که این تفکرات از کجا سرچشمه میگیره که میگی احتمالاً برای من مثلا پادکست خب صحبت کن. خب الان من از ایمان میخوام یه سوال بپرسم. الان مثلا پادکست شما بله. فکر میکنی محتواتون پسرونه است؟ نه. خب دیگه پس اون وریش هم میشه دیگه. آره نه اون که قاعدتا میشه، میگم اون توی ذهن من اینطوریه. آخه به خاطر اینکه من پادکست هایی که گوش میدم همشون آقا متاسفانه، یعنی تمام پادکست هایی گوش میدم تمام کسایی که اونجا هستن و موجی هستن آقا هن، بعضی موقع مثلا مهمونه خانم دارن، یه سیره مطالب نامناسب هم دارن. مطالب اون استنداپ کامیدی که رفتیم فوق چی بود؟ آره کیا رفتیم؟ برندن شاپ مال The Fighter and the Kid. ولی پادکست ویتنی کامینگز هم شروع کردن. ویتنی کامینگز هم آره من آره کمتر کس ویتنی کامینگز رو میشنسیم؟ من استنداپ کامیدی، آره یه نه استنداپ کامیدی هنه. اون اپیزودایی گوش میدم که با کسایی که میشناسم داره صحبت میکنه، مثلا برندن شاو گوش دادم چون مثلا ماز جبرانی بود و اینو. آره ببین ما اینو راستشو بخوام بگم، خب میدونی خب خیلیش به خاطر اون سیستمیه که دستم خورد به این فکر. اشکال نداره بچه‌ها دارن تلفنی حرف میزنه جاییه که حالا ما بزرگ شدیم و یا شاید خیلی وقتا میدونی مثلا اون چی میگن کریتیک
انتقاد از خانوما خب یکم نگاه نقادانه یا بیشتره یا اصلا یه جهت دیگه ای میگیره. خب مثلا اصلا میره حالا سکسیست میشه قضیه و سکسیستی میشه و اصلا خیلی بد میشه. بر همین اینو مثلا ما میخواستیم شروع کنیم، من واقعا یکی از چیزهای بود که بهش فکر کردم، یعنی بودش که خب الان ما میایم دوتا دخترم هستیم، آره چرا بیان اصلا گوش بدن، بعد اصلا چی میخوام بگم، ببین میخوام بگن صداشون چقدر تیزه. خب این چیزا واقعا قبل اینکه شروع کنیم آره، فکر میکردم. حالا مثلا من خودم خب صدام این مدلیه دیگه، ببین مثلا همینی که هست، همینی که هست خب. فرد دیگه همین هم نیست. نه مثلا خب وقت 100% وقتی میام تو پادکست سعی میکنم حالا یه جوری باشه که تیز نباشه، آره تیز که همین مدلیه دیگه، لحنم حالا یکم آرومتر میکنم، ولی من کلنم همین جوری حرف میزنم تو زندگی واقعی، نمیدونم مثلا یکم اسرتیو حرف میزنم. خب حالا تو مثلا گوش دادی این به نظرت اومده خوب؟ من حس میکردم تحت فشار گذاشتی آره. ولی اینجوریه، بعد رفتم واقعیتش یکم راجعش خوندم و با هم صحبت کردیم که کلن این قضیه که انتقاد به صدای خانوما میشه برمیگرده مثلا به تاریخ و مثلا خانومی همیشه خانوم مثلا خوب و موجه بوده که خیلی صداشو بلند زن تو جمع بلند نخنده ولی باشه. خب اینا واقعا اینا ناخواسته توی پس زمینه ذهن ما هستی که حتی به عنوان یه دختر این بودش که ما توی ذهن خودمون با این چالش ها روبرو بودیم. حالا یه ویژگی خوبی که به نظر شخصی من مثلا پادکست داره در مقایسه با حالا اگه مورد مشابه قدیمیشو نگاه کنیم که رادیوه، خب اونا به قول ایمان خیلی استراکچرد بودن، خیلی ساختارمند بودن، بعد اصلا گوینده یه رادیو یه انسان خاصی بود، یه صدای خاصی داشت، تعلیم دیده بود که یه مدل خاصی حرف بزنه، یک جور خاصی صحبت میکردن، آره ولی خوبی به دور بود از زندگی واقعی، آره. یعنی آدم ها تو زندگی واقعیشون که اونطوری صحبت نمیکردن، اونجوری ساختارمند نبودن. چیزی که من جذب میکنه اینه که خیلی پادکست میتونه نزدیک باشه به زندگی واقعی آدم ها. یعنی من اینکه میام میشینم این پشت قرار نیست لفظ قلم صحبت کنم، همونطوری صحبت میکنم که احتمالا تو جمع دوستانه صحبت میکنم که بعیده، و صدامو قرار نیست عوض کنم، طرز فکرمو عوض میکنم، خود واقعیم هم، و این احتمالا میتونه باعث بشه که شنوندهای خیلی بیشتری رو جذب کنه در مقایسه با حالا رادیویی که یه مقدار ساختارمندتره، یه مقدار رسمیتره. تو همون تحقیق منم که داشتم میکردم یک سکشنش این بود که خب پادکست های گفتگو محور خیلی طرفدار داره اینجا دیگه، خب ایران هم فکر کنم حالا کمه ولی خب به زودی طرفدار پیدا میکنه بیشتر. یکی از دلایلش اینه که آدما یه کانکشن اصلا خیلی شخصی پیدا میکنن با اون بانا. خب حتی مثلا یکی از کسایی که باش مصاحبه میکردم میگفتش که یه جلسه مثلا فکر کن شما یکیتون نباشه، من دلم برای اون یکی تنگ شده بود که نیومده بود، نگرانش بودم که چه شده مثلا اینقدر کانکشن نزدیک دارن، چون واقعا صدایی که تو گوش میره دیگه صدای نزدیکه، یعنی تو به این آدم تراست میکنی که صداش رو بشنوی. یه چیز دیگه هم بود که حالا جامعه پادکسترهای فارسی ایمان دوباره جامعه پادکسترهای ایرانی، یه چند وقت بود که راجبش هی حرف میشد و من و یاسی هم گفتیم یکم اینجوری بود، ببین راجب این نکته که پادکستر باید فن بیان داشته باشه، یا مثلا پادکست خب؟ این چارچوب باید داشته باشه. آره. و اینجوری بود که ما میگفتیم اصلا چرا، بعد یاسی اتفاقا یه سری اینفورمیشن هم گذاشت اونجا بالا روی اینستاگرام پیجم که اصلا پادکست چیه، و اصلا پادکست شروعش برای این بوده که هر کسی بتونه یه در واقع میدیومی داشته باشه و خودش رو نشون بده، یه برادکستی از خودش داشته باشه. آره و همین که میگی مثلا اگه هر کسی قرار بشه بیا بگه سلام دوستان، مثلا این که دیگه نمیشه، که میشه همون رادیو. آره این حالا فکر میکنم فرق بین رادیو و پادکست زیاد هنوز جا نیافتاده تو ایران، یعنی بعضیا هنوز حالا به خود ما مسیج میزنن که خب ما اپیزود فان زیاد میریم که مثلا همون دوره هم میشینیم صحبت میکنیم و اینا، اینطوری که خب من هیچ چی یاد نگرفتم از این. خب من که اول ما اصلا در جایگاهی نیستیم که بخوام به کسی چیزی یاد بدیم، و بعدم اینطوری که خب این پادکست ماست دیگه، این اینطوریه که و حالا یه چیز دیگه که بود، ما اولی که می‌خواستیم پادکست رو شروع کنیم زیاد جا نیافتاده بود پادکست اصلا
پادکست توی فارسی تو رادیو جوان لفظ پادکست رو برای اون آهنگ بود ولی میکسشون بود اوکیه میدونم نمیگم نیست ولی هر کی میومد دنبال این بود که از تو ما آهنگ در بیاره آره اول اینطوری بود که خب آهنگش کجاست بعد واقعا اینطوری بود که ما مجبور شدیم یه مدت آهنگ بذاریم و بعد یواش یواش کمش کردیم نه ولی قشنگ هم گفت یکیشون آهنگ درخواستیش گفت حجم اینترنت هم هدر دادم که حرفای شما رو گوش بدم به ما یکی برای ما نوشته بودش که بذار بگم چی بود چرت و پرت آها نوشته بود که حالا بگذارم چرت و پرت بعد گفته بود بعد گفته بودش که خودخواه آها گفته بود خیلی خودخواهی کار شما که مثلا به خاطر خودخواهی خودتون اینترنت منو اینترنت منو به خاطر خودخواهی خودت و اینترنت و زمان منو داری به هدر میدی. اینجوری بودش که مثلا ما برای 5 نفر شارژ ایران سفر فرستادیم. تو رو گرفتیم یا گوش بده خب تو آخرش هم گوش بده. خب نده. 10 ثانیه گوش بده نده. حالا این بحث انتقاد خب هست دیگه. ببین که تو سوشال میدیا که یه تاپیک بزرگم هست که بولی میکنن و میان اصلا دیگه بد و بیرا میگن نه خب اونو باید به تن ما هم یه تای حد به تن آره قشنگ مالیده بودیم که میشه و خب بعضی وقتا هم دیگه مثلا خیلی میدونی ما که ناراحت میشیم فکر کنم وقتی که یکم دیگه سکسیستی میشه آره وقتی که چون دیگه اون موقع بالاتر از من و یاسیه منم که قشنگ دو آتیشه نمیتونم قسمت بعدی دست کیه اینستاگرام شهر شبنم چند روز هم ازشون بگیرید حتما از شبنم بگیرید از خود بگیرید چیزم با ادب رفتار میکنم کاری نکردم که بخواد تنبیه احساس میکنم شما یه ها یکی رو میکشیم نه مثلا جواب نمیدیم بعد یه ها مثلا اونه دوتا کلمه مینویم اونو یاسی جواب داد که مثلا شوکه شدم بعد شدم تو خوبی یاسی برشش تو خوبی قشنگ گفتی خیلی خوب بعد من اینجوری بودم فکر کن صبح بیدار شدم مسیج یاسی دیدم مثلا شوک شدم که مثلا یاسی اصلا بهش نمیاد اینجوری و خب خوب بود ما هم یه مدت طول کشید تا جا بیافتیم یعنی الان حالا احساس میکنم تو اینستاگرام کسایی که تو اینستاگرام ما رو فالو میکنن قشنگ فهمیدن پادکست ما چیه و مثلا چه جوریه و شخصیت‌ها رو شناختن فکر کنم مثلا یه سالی طول کشید راحت تا شخصیت‌ها رو بشناسن مثلا بتون ارتباط برقرار بکنن بدونم من معمولا مثلا چرت و پرت میگم کارو میاد اینجا مثلا حرف سنگین میزنه و اینا فرادم که نیست کلا دیگه آهنگم نمیگیره چیه دیگه سراغ آهنگم نمیگیره نه نه میگم الان خدا رو شکر جا افتاده یعنی الان جا افتاده ولی پادکست گفتگو محور به قول بچه‌ها نیست اصلا یعنی اصلا که میگم خیلی کمه حالا یکی هم دیروز پریروز برای شما فرستادم آره یه چیزم حالا جالب اضافه کنم غذاتون تموم شده خوردی داره میاد غذا رو سفارش نه نه شوان. اون چیزی که داشت شکلاتی اون تو رو درواسی نتونستم تمامش بکنم تا یه مدت پیشم هنوز خیلی ها جا به جا ما رو میگرفتن یعنی مثلا همدیگر رو مثلا فکر میکنم فرهادی آها هنوز که فکر کنم من بهزاد من موقعی که ریش داشتم چون کارون حرفای عاقلانه میزد من ریش داشتم اونا فکر کردن من کارونم چرا مگه از که ریش داره آره استادی کردن روش میگن کسی که ریش داره یا موی سفید داره عاقل تر به نظر میاد همینی که هست حالا اینو گفتی من که از دوستان پرنیان ریش داره سلام پرنیان سلام پرنیان بعد گفته بود به کارون بگم میگه ریش داره گفته بود به کارون بگم بذاره ایمان بخنده بذار بچه خنده این زیاد به من گفتم بخن خودتو بریز بیرون ولی اون اخلاق گنده تو پشت صحنه به ما نشون نده شما پشت صحنه با خطکش دنبال بچه داد بیزد سمت سر اون شما میگید بنابرای اخلاق بد باشی من ید طولایی دارم اگر که سر فرهاد داد نزنی اینجا رو میگیره دستش یعنی خیلی حالا برات میفرستم میگن چرا با این دوتا بد برخورد میکنیم آقا با فرزاد بیچاره فرزاد کم آره خیلی کمتر ولی فرهاد و کامل ما میکوبیم که اگه نکنیم این پادکست رو فردا روز برمی داره میبره اپیزود جدید اومد میره خوش میره اونجا اسب صحبت میکنه آ یعنی میری به سمتی که نباشه یه اپیزود ویژه بذاریم بچه حرف بزنه این حرفشو بزنه
یه سرکوب هم نه آره فرهاد یه سری اپیزودهای ویژه خودش یه موضوعات ویژه میده. یه چیزی هم که بعد در مورد صحبت کنی در مورد سال و دوزیه باید بگی. آره 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 این خیلی مهم پرسیدن که چرا خندیدین. آره بگو من یه حدسی زدم فکر کنم دیدی استوری رو گفته بودن اون سالاد الویه پرملات و اینا من حد زدم که احتمالاً مرغ نداشته یا یه چیزی درست بگن سس مایونز و تونو خور کدوم مرغ گرونه از کاسکو یه جایی گرفته نه خونگی بود خونگی بود خونگی غالب کرد بفهم اولا که سال دولویه نطلبیده بود مراد بله اسب پیشکشی رو دندوناشو نشد بعدم خیلی فوکس ما تو خونه هلتی بودن و اینا خیلی سس مایونز خیلی سالمه مرغ به خود سالمه نه مرغ داشت مرغش فتو فرون کالباس نداشت ببین مرغ ریش کرده بود از عدد نانومتر جدا شده بود خدای کالباس نمیزنی کی کالباس میزنی میزنن یه سری ولی نداشت خیلی ساله نداشت خیار شور برمن مهمه به وفور فلفل دلمه ای داشت اینو نمیزنی فلفل دلمه ای زرد داشت قرمز رنگ داشت دیگه الویه نبود یه چیز دیگه آره یه نو سالادی بود آره خلاصه دستتون از خانوادم تشکر بکنید ما رو که سیر کرد حالا ما خندیدیم ولی از همون میخواد به ما بدید امروز نه نه بچه زنگ زدن غذا بیاد خب داشتیم گفتیم اما برگردیم به راجب نقد و اینا صحبت کرده بود یه وقتی خیلی تون میاد من حالا ما توی قسمت‌های قبلی هم راجبش یه وقتی صحبت کردیم که نمیدونم افتیم در مورده آره همین نمیدونم فرهنگی فقط تو فرهنگ ما فرهنگ‌های دیگه هم هست یا نه اینه که ما حس میکنیم نقد رو اجازه داریم با هر ادبیاتی که دوست داریم هر چیزی که تو ذهنمونه رو بگیم در صورتی که اینطوری نیست ممکنه من درست ترین حرف دنیا رو با ادبیات غلط بزنم اشتباه. اون قطعا تاثیرگذاری نداره آدما جبهه میگیرن میرن تا حالت دفاعی اگر نقدی به ذهنمون میرسه اگر مطلبی هست که فکر میکنیم حالا توی علم بهش میگن ابجکتیو سابجکتیو نیست سابجکتیو وقتیه که صرفا نظر منه مثلا من چه میدونم پادکستی که ایمان شاید گوش بده رو من دوست ندارم ولی من نمیتونم بیام بگم اون پادکست بدیه چون این شخصی من آره ولی اگه یه موضوعی باشه که آقا مثلا اثبات شده باشه غلطه اون رو میگن ابجکتیو حالا نقد یه وقتای خیلی وقتا سابجکتیو یعنی کسی که داره صحبت میکنه صرفا داره نظر شخصی خودش رو میگه مثلا میگه که همون چیزی که ایمان گفت ما تو این اپیزود هیچی یاد نگرفتیم اون شاید نظر اون آدم باشه یه کس دیگه صرفا شاید تو ترافیک باشه داره گفتگوی ما رو گوش میده و ممکنه حتی لذت ببره از اینکه حالا ببینه مثلا من کارون چه نقطه نظری دارم روی موضوع شما شبنم مثلا روی فلان موضوع چه نقطه نظری داریم ما تو محفل خودمون توی جمع دوستانه میشینیم که لزوما همه آدما تحصیل کرده نیستن روی موضوعی که راجبش صحبت میشه لزوما همه ما صاحب نظر نیستیم هر کی داره از نقطه نظر خودش قضیه رو نگاه میکنه و اون رو بازگو میکنه تو پادکست که از جالبیای پادکست ولی اون نقده نمیدونم حالا تو فرهنگای دیگه چه جوریه ولی انگار ما این اجازه رو به خودمون میدیم که به تندترین شکل ممکنه من خودم صفر باشم صفر مطلق باشم یکی که به سه رسیده رو من مسخره کنم که چرا تو ده نیستی میل میکنی به صفر آره میکنم تو فرهنگ اینجا هم کم نیست هیت کامنت و این البته بهش میگن هیت کامنت آره نقد نیست اصلا حالا آره چیزی که هست من تمام پادکستری که گوش میدم از جو روگین گرفته که بزرگترین پادکستر دنیا سلام تا مثلا دی فارنکی رو همه کسای دیگه همشون میگن هیچ وقت ما کامنت ها رو نمیخونیم میگن اصلا برای اون مهم نیست و کامنت ها رو نباید خون و من خودم میدونم دارم چی کار میکنم و اگرم اشتباهه کاری که من دوست دارم بکنم حالا من نمیدونم شاید زیاد باش موافق نباشم به نظر من اون رابطه متقابله رو از دست میدی یه جورایی ولی خب حتما اونا به یه جایی رسیدن که همچین حرفی رو میزنن دیگه به خاطر اینکه از یه حدی هم که تعداد شنوندات بیشتر میشه دیگه تو فکر کن ببین اون هیت کامنت ها مثلا آره چقدر میتونه زیاد باشه و اینکه مشکلی هم که داره معمولا افکتی که رو آدم میذاره تأثیری که رو آدم میذاره خیلی بیشتره یعنی ما مثلا 100 تا مسیج میاد دمتون گرم خیلی باحال فلان و اینا بچه ها همه اوکی ان بعد یه دونه مسیج میاد که مثلا خیلی مزخرفه با ز اشتباه نوشته بعد همه ما مثلا یود گارد میگیریم نسبت به ما آره حالا نه به اون شدت که کامنت ها مهم نیست و اینا ما دوست داریم نه میگم بقیه میگی تو کالچرای دیگه اینطوریه واسه همین میگم آره ما دوست داریم نظر بقیه رو بدونیم ولی من همیشه میگم اون ادبیات هست که خیلی مهمه نه.
من اتفاقا توی اپیزود آخری که ما داشتیم راجع به آزار جنسی بود، بله یکی مونده با آخرمون. شماره چند؟ شماره 14. اون یکی مونده با آخره، بله. چون بعدش اپیزودی کی گوش نمیده الان؟ خودش گوش. آره همون اپیزود اتفاقا یه نفر مرده بود نوشته بودش که فکر کنم ما کامنتش هم خوندیم توی اپیزود بعدی، نوشته بود با اینکه با 40% حرفاتون مخالفم ولی خیلی ممنون به خاطر اپیزود امروز. خب خیلی ارزش داره. دقیقاً خب. گفته بود 40%. خب اندازی. آره نمیدونم حالا چجوری. آقا هم بود خب. و خیلی خب به نظر من خیلی با ارزش، به خاطر که کمتر کسایی رو می‌بینیم که همچین اینجوری سازنده کامنت. آره خب نظرشو گفته دیگه. حالا ما هم اپیزودم تموم شده رفته دیگه، ما که دیگه نمیتونیم کاری کنیم اصلا نظرمونو به نظر شما شبیه در کنیم. آره. خب نظرشو گفته یه جور مثبت، حالا مثبت نه ولی با ادبی گفته. و خب در این حال کسایی هم هستن که مثلا میان نظرشون رو میگن، مثلا دو تا هم حرف باره ما آره. میکنن و مثلا تحت آره مثلا به تفکرات ما هم پدر شکرین شما... شکرین پدر این لغت آره. بیگانه رو استفاده نکنید. شکرین شیرین بشه گو، ولی گفت دیگه مسامی منم نه کش هم تشدید داره. شکرین پدر خب یکی فوش هم داده بود که شما به اینا گفتین فاحشه، چون با من 3 ساعت پیپر بردم اینقدر درصدشون اینطوریه، اینقدر درصدشون گوش نمیده. بچه مثلا چی؟ مثلا روشن فکرم هستید اینا. بعد حالا بگذاریم از این، ولی که اصلا من مونده بودم که چجوری به این نتیجه رسیده بود، چون من حالا شما هم البته خب چیز میارید اطلاعاتتون، ولی من واقعا پادکست ندارم که مثل ما کامل ریفرنس ها رو اون ته بده و همش از مقاله و اینجور چیز هست، حرفای خودمون رو کمتر میزنیم. بعد اینجوری نتیجه گیری کرده که ما مثلا این وای نمیسته گیری با اینا فرار میکروفونم میدونه نباید کنارت باشه، میره کنار همینطور. آره هی ازت دوری میکنه. آره نتیجه گرفته بود که ما مثلا توهین آمیز نظر دادیم راجع به این کسایی که شوگر خوشون شکرین پدر بودن. من میدونم شاید خودش مثلا شوگر در آخه به سن و سالش هم نمیخورد، میتونن جوونم باشه. آره راست میگه. آه میتونن؟ آره میتونن. از 30 سال از 30 و اوریجشون 38 ساله، یعنی فکر کنم میتونن. فاصله نه ما فاصله اوریج دیگه. اگه میخواین شروع کنین آره اوریج پس از الان میتونین شروع کنین. ما میتونیم اوریج بیاریم پایین تر. اینجوری بود دیگه. ولی اونم ببین اینجوری نبود، واقعا خیلی رومون تاثیر نذاشت، خندیدیم بیشتر. ولی میدونم که مثلا چجوری به این نتیجه ولی رسیدیم. ولی نمیتونم بگم به خاطر اون یه کامنت دیگه، اتفاقا ما همینجوری که میگذره داره اینتراکشن هامون زیادتر هم میشه به خاطر تعامل. خب آره داره یعنی جواب تقریبا سعی کنیم جواب همه کامنت ها رو بدین و خیلی سخته. آره تقسیم کار میکنیم میشه. آره ما تقسیم کاری وجود نداره. بگویم اون سری براتون توضیح دادم دیگه ما چی کار میکنیم. آره ولی رومون تاثیر بعدی نذاشت. ولی ببین گفتم که سکسیستی که میشه اون موقع است که دیگه یکم از اون روی شبدن بالا میاد و دیگه حالا دیگه خیلی میخندی نمیدونم مثلا اینا دیگه میگن خیلی میخندی. آره لوس حتی اونو به ایمانم میگن اون سکسیستی نیست. میگن خنده های لوس به یه آقا هیچ وقت نمیگن خنده لوس. چرا به تو نگفتن ایما؟ گفتن لوس. لوس نه بود چیز دیگه ای باشه. خب همون دیگه لوسش که میاد اینجوری میشه. آخه شبیه نره خواهی از اینجا اینطوری لوس باشی ته گلو میخندم براتون نمیتونه. خب آره اونم یکم هم شاید باز برگرده به اینکه کلن اصلا پادکست چیه، چون به این پادکست های فارسی خیلی هاش هست که اصلا فضای بسیار دارکیت سیاهه و خیلی اصلا سنگینه. آره خیلی سنگینه. مثلا بعضی ها واقعا با اون آره با اون پیش فرض میان که قراره یه جو سنگین باشه و چهار تا آدمی که حالا یا ادبی ان یا نمیدونم آره آخر اون سیدن راجب اون آره. آره. که اتفاقا یکی از چیزایی که ما خیلی راجبش با هم حرف زدیم بودش که چرا پادکست یک مدیای مینستریم نیست، بر همه نیست و خیلی ها فکر میکنن که مثلا تو باید ته یه چیزی باشی یا نرد باشی میدونی که بری پادکست یه پادکست رو شروع کنی. در حالی خب همه آدما نقطه نظرشون به نظر من شنیدنی هست، میتونه باشه. هر کسی داستان جالب خودشو داره. آره. و شاید هم اصلا یکی دلایلش هم همینه. مثلا من خودم به شخصه خیلی از پادکست اصلا فارسی با
واقعا خیلی گوش نداده بودم، شما مثلا شما رو چند بار شنیده بودم ولی پادکست که برم ببینم گوش دادم. حالا دیگه ببین دیگه حالا نمیتونم کاری کنم که رضایت بدی قبول کنی، ولی پادکست های انگلیسی هم همیشه مثلا همین گفتگو محورش رو گوش میدادم، ولی اینجوری بودش که برم تو ببینم یه پادکستی فضاش سنگین اصلا میام بیرون. خب چرا مثلا آدمی که مثلا منه نباید یه پادکست داشته باشه؟ درست، اصلا همین من یه بارم صحبت کردیم، ما گفتیم تعداد پادکست های فارسی خوبه که زیاد شده و امیدواریم که از این به بعدم خیلی بیشتر بشه، بخاطر اینکه سلایق آدما متفاوته. آره. هر کسی قرار نیست هر مدل پادکستی رو دوست داشته باشه، میاد پادکست ما رو گوش میده خوشش نمیاد، بتونه بره تو بازار یه پادکست دیگر رو گوش بده که خوشش میاد. یکی همون حالا پادکست دارک خیلی فضای سنگین ممکنه دوست داشته باشه که قالب داشته باشه، از اول تا آخر معلوم باشه، یه آدم مثلا خبره داره صحبت میکنه. یکی ممکنه حالا شرایط ما باشه که یه سری دوره هم نشستن صحبت میکنن مد نظرشون باشه، ولی خوبه که تعداد بره بالا که همه سلایق رو پوشش بده. 45 دقیقه شده، هنوز میتونیم دوام میخوای یه جالب بریم بچه‌هام باشن؟ جالبه. یه من سوال پرسم، آینده پادکستتون کجا میبینید؟ اینجا سوال سختی پرسیدی. دراپ د مایک دیگه. ببین ما یه چیزی دوست دارید مثلا به کجا برسه؟ ببین یکی که خب ما الان خیلی تازه هست، تازه کاریم، 2 ماهه که شروع کردیم. چه استادید؟ ولی یکیش همینه که داشتیم الان راجع به صحبت کردیم، دوست داریم یکم پادکستمون بیاد وارد مینستریم بشه، یعنی خیلی ها گوش بدن، حالا فارغ از این که خودشون میدونی ساینتیستن، هنریان، یه چیزی باشه که برای همه باشه و فکر میکنم این که بیشتر شنیده بشیم. شنوندهاتون بیشتر. هم این که حالا شنونده خوب، هم هر کسی یه کاری زحمت میکشه دوست داره ریاکشن خوبی بگیره دیگه از کسایی که براشون تولید میکنه. خب واقعا یه هدفه. بعدم اون چیزی که واسه من و شبنم هست خیلی خوبه، یعنی اون حسی که بگیم مثلا امروز زفت داریم، اونا رو من واقعا خیلی دوست دارم. دوست دارم همینطور پیش دوست داریم چی میگن؟ استمرار پیدا کنه. یعنی پادکستتون مستمر. آره، شنوندهای پادکست فارسی هم بیشتر شن، چون فکر کنم واقعا به یه میلیون نمیرسه. خیلی جا داره. چون ببین توی من فکر کنم اولین باری که همدیگه دیدین از اینو پرسیدم دیگه که مثلا شما چی شد که چه جوریه که تا الان دووم آوردید به هستی. خیلی حال میده. چون خیلی ها هستن که تو دنیای پادکست مثلا فید میشن، قشن غیبشون میزنه دیگه. صددرصد یکیش احتمال به خاطر همین بحثایی که حالا گین مالی نداره و یا دل سرد میشن. بله. ولی خب خیلی از وقتی که شروع کردیم همش این بودش که میخوندیم که نباید دل سرد بشید و یه جور هم سعی میکنیم همدیگر موتیویت کنیم. حالا که خواهیم بود. بله. و واقعا یه کتاب بازم هست، ممکنه دنبال اینیم که خیلی فرصت‌های دیگه بهش برسیم، ولی هرچی هم بیاد با آغوش باز قبول میکنیم. شاید نمیدونم، شاید نمیخوانی. دو سال دیگه آجیل مثلا یک کانال تیوی باشه. اصلا هیچ میتونید از عرب ست یا ست شبنم یه اکشیس جنری میاد وسط سرنم منیجمنت. آره، بعضی وقتا تو این نقش منیجری خودم فرو میرم و خب تو هم بهش بالو پر میدی دیگه. آره، صد درصد. چرا بالو پر؟ اگه اجازه بدید فکر کنم بالو پر میده، یه ذره اجازه نمیدی. به خدا میدم. نه آخه ولی چیزی عجب بدجنس. نه کلا ما مثلا من و یاسی خیلی مساجای خوبی با هم رد و بدل نه همیشه همه چی با هم دیگه است، یعنی با رضایت. یه بار یکی از دوستام شنید گفت چه نوشابه‌ای بر هم باشه. واقعا اینجوری ما دقیقاً برعکسی، ما فوشه، فقط فوشه. کار ادیت آجیل کلا با یاسیه. من شاید بعضی وقتا فقط مثلا چون نیاز نداره توی صحبتی بکنه. نه عجیب بجنس. نه مثلا بهش خب چون بهتر دیگه یاسی بک‌گراندش تکنولوژی، منم که اصلا توی این تکنولوژی خیلی دیگه نه که حالا ضعیفش و اصلا نمیرم سمتش کم مگه که مجبور شم. شاید بعضی وقتا تو ضبط مثلا بگم یاسی اینجا اینجوری خوب میشه، ولی دیگه 100% اصلا بهش اعتماد دارم و اصلا بعضی وقتا واقعا دوبارم نمیشنوم اپیزودا رو. و بعد من خب اینو باید ازش چیز کنم دیگه، این تحسین میخواد دیگه این کار، تقدیر باید بکنید ازش. تقدیر. اینقدر هی بهش میگم اینا، ولی
حرف نمیزنه کار انجام میده. سوم بمبوش میشینه. همه کار حرف میزنه کار انجام میده. حرف نمیزنه کار. شبنم واقعا چی میگه هنر سخنوری بیشتر از من داره. من اون چیزایی که برام خیلی مهمه حتما صحبت میکنم راجعش. ولی خب خیلی جام سعی میکنم شبنم بحثو جمع کنه یا فبداه شبنم بهتر از منه. دوستین از پادکست پول در بیارین یا نه؟ ببین کی از پول بعدش میاد؟ از پول بعدت میاد؟ نه من که عاشق اینم که پول دارم. بعدم نمیاد. ببین بعد یه چیز دیگه هم که هست توی فرهنگ فارسی من احساس میکنم نمیدونم یا باید مجانی مثلا کار انجام بدیم مثلا همه هم بگن ای ول مجانی مثلا کارش. یعنی اصلا این که توی کاری که دوست داری و ازش پول در بیاری یه چیز بد میدونم و من اینو اصلا دوست ندارم. ببین من نظرم میدونی چیه توی محتوا مثلا الان بعضیا میان مثلا محتوا همین پادکست رو پولی میکنن. خب من اینو دوست ندارم. توی عصری که محتوا فتو فراوون ریخته برای چی یکی بیاد برای این پادکست من پول بده؟ اصلا حق نیست. من خودم اگه بخوام رو یوتیوب نگاه کنم یه چیزی رو پول براش نمیدم. باید اونقدر خوب باشه که تو از جوانب دیگه بتونی پول در بیاری. خب آهنگ چی؟ اگه مثلا یکی آهنگ دادم نباید ازش پول در بیاره؟ یعنی چی آهنگ دادم؟ آهنگا رو بفروشن. یه خواننده مثلا آلبوم بده. من دارم منظورم ویدیو و کلن محتوایی که دیگه. خب فرقی که آهنگ و پادکست داره اینه که آهنگ از مسیر دیگه ای نمیتونه پول در بیاره ولی پادکست اتفاقا میتونه و احتمالاً منم کاملا موافقم با حرفی که شبنم میزنه. پول رو باید از کسی گرفت که پول داره. امکانش داره. پول آفره. رو باید از یه بیزنس گرفت. از یه کسب و کار پول رو گرفت که حالا هم شاید اون یه مقدار بیشتر شناخته بشه. آره. همین که کیفیت خود پادکست بره بالا. لیمیتی دارید مثلا اگه یکی بخواد مثلا یه کسب و کاری داره بیاد بگه ما می‌خوایم اسپانسر بکنیم. چیز می‌کنیم. ما هنوز به اونجا نرسیدیم. نه می‌خوام بدونم مثلا ذهنی خب به هر حال بهش فکر کردین دیگه که اگه مثلا یکی بیاد مثلا بخواد بهتون مثلا پول بده نگاه می‌کنید که آیا من کسب و کار اینو اصلا آره اون صد درصد اصلا باید آدمی باشه که خب بالاخره تا یه حدی قبولش من نگاه میکنم ببینم پوله چقدر کار درست رو شبنم میکنه ببین دلیلی هست که یاسی نمیذاره سوال نه ولی جدا از شوخی یه چیزی که خیلی از اولش مهم بوده اینه که کیفیت رو نباید کامپرومایز کنی آره بعد من شبنم هم واقعا خب هر دو تامون میتونیم یه زندگی خوبی داشته باشیم یعنی محتاج پول نیستیم ولی بعدم ولی نمیاد نو یاسین اجازه تاکید واقعا بعدمون نمیاد خب واقعا میگم که شبنم داروسازه منم دارم مثلا کار خودم میکنم یعنی واقعا اونطوری نیست که آی من مثلا مونده مثلا پول آره بعدم الان ببین مثلا تو ایران آره نمیذارن هست صحبتش رو قطع کنید برای هر کدوم از این اپیزودا واقعا تقریبا ما دو روز میذاریم خب ریسرچ کن ادیت کن ضبط کن ادیت واقعا طول میکشه مثلا یه اپیزود مهمان من واقعا 20 ساعت گذاشتم روش 20 ساعت واقعا 20 ساعت گذاشتم بله که چیزی باشه که همه دوست دارن خب من تا یه سال دو سال سه سال اینو فری انجام بدم خب بعدش شاید دل سرد بشم نه من نمیزنم دل سرد ایشون پولو میارن سرش شورسه سرمایه گذار وارد میشن منیجر هستم باید بیارم منم چیزه حالا من خودم شخصا حالا ما اولش که پادکست رو شروع کردیم اینطوری بود که خب برای پول شروع نکردیم برای اینکه دور هم باشیم و من از این فضایی که مثلا بچه ها دور هم جمع میشیم میگیم و میخندیم خیلی خوشم میاد ولی خب بعدم هم نمیاد که پول در بیارم ولی یه جوری ازش میترسم یعنی من دوست دارم که پادکستینگ مثلا بشه یه شغل تمام وقت ولی از اینکه از این کار بخوام پول در بیارم میترسم اون فانه رو از دست بدی یعنی تو هر موقع شروع کنی یه کاری که برات آره برات مثلا فان بوده بخوای ازش پول در بیاری یه ذره تو از اینایی که فکر میکنی اگه فکرت اینجوری باشه که هر کسی باید با کارش هم فان داشته باشه اونجوری میشه دیگه مگه اینکه فکر کنی جاب جابه بعد فان دیگه فانه ببین آره موقع نه موقعی که بخوای از کل زندگی تو از یه راهی بگذرونی بعد شاید یه الان مثلا من اگه یکی بیاد به من مثلا بگه که چه میدونم فلان شرکت بخواد منو اسپانسر بکنه یه سایت شرط بندی بخواد میگم 100 درصد آره میگم مثلا 100 درصد ما میگیم نه ولی خب اگر که زندگیت کلا وابسته به اون راه باشه شاید یه سری چیزا رو کوتاه بگیری کوالیتی هست دیگه کیفیت یکم این وسط شاید باشه به عنوان مین اصلی نگاه نکردم من خیلی دوست دارم چرا اگه کانال خودمون رو بزنیم میشه دیگه مثلا شبکه آجی یاسی شبنم تی وی اسم خوش اول آورد آقا همیشه اسم خوش اول میاره نه تو خواهی این چیز میکنیم اینتروالی میریم
ولی اسم خودش اول میاره بعد به جاش تو به من میگی که نمیذاری حرف بزنی. من میگم آخر این قضیه، من ادیت میکنم میگم که مقداری که شما توی ارتباط یه چقدر بوده و مقداری که ایشون چقدر بجنبه. میخوای منو گوشه گیر کنی؟ نه شما ما لذت میدن شما صحبت. یه جالب برام بگو فرزاد چرا گلوش خوش شده حرف نزد نزاشون هر بنده خدا اینو باز کرده زیادیم یا عالمه این. من به جای اینکه جالب بگم این اپیزود چون بس پادکستی بود گفتم یکم این کامنت های خودمون رو بخونیم رو یوتیوب بخونیم دو تا فوش بخونیم. اپیزود 205 سرمایه گذاری بود دیگه که اومده بودن سرمایه گذاری بی در اثر. یکی به علیرضا به کارون، کارون هم نوشته با ر و او کارون اول نشه بودن کارون بعد عوضش کردن. من دیدم کارون جان مشکی بهتون میاد، پس مشکی بپوشید. یه علی رضای دیگه سراغ لینک میمونو گرفته. لینک میمونو بذارید. میدید چیو میخواد؟ شما گوش ندادید؟ گوش دادم ولی اصلا رفتم اصلا مغزم برینم فاگی شد، اصلا نمیدونستم که عبری شد. مهالود شد. در دقت کردم همیشه از این ماجرا از سمت کارون میاد. نمیدونم چرا. چی؟ یه بار دیگه هم یه تجربه اکسپریمنت ذهنی بود. آها آزمایش فکری. همش از اون طرف. من اون استقرار استبداد رو وسطش اینطوری شدم که الان این چی شد؟ ببین کامنت بذاریم براشون. ببین بعد کامنت میذارم نظر منفیمو به طور سازنده بدیم. من استقبال میکنم. من نگران شلوار بودم که برسه به کفش. چی بود؟ من که نمیدونم. امروز خودم نمیرسم. زیر اپیزود 204 ترفند هرمی اومده که کجاست این؟ توی یوتیوب. علی گفته که آقا بیان از این کاغذایی که روش متن می‌نویسین عکس بذاریم، به نظرم جالب میشه. اصلا میکروفون تیزر بیار پایین. الان تو حرف زدن. اینطوری. آره. این اینجا بود. خب البته اگه از کاغذای کارون بذاریم چیزی پیدا نمیشه، چون کارون باید جوهری مینویسه که کارون اینا الان فکر کنم توی مقطع بد مالی به سر میبره. بذارم میگم یه خودکار خریده که فکر کنم دیگه ته تهشه دیگه، بذار من نمیتونم. خودکار با رو درواسی. آره از اون 10 تا یاس این فکر کنم هی ریفیل میکنه دیگه، آخرش الان فقط خط میفته اونجا فقط. راز من اینو توضیح، این اصلا خودکار هم نیست، این اتوده. خب من از وقتی که اومدم کانادا نه اتود خریدم نه نوک اتودو خریدم. این نو کارو یه بسته من از حملوی موقع که دانشجو بودم 4 سال خورده پیش. حملوی؟ آره حملوی چیه؟ حملوی یه لب حملوی. آها فکرم حملوی بود. حملوی چیه؟ مدل حملوی. این نوک من از اون گرفته بودم، بعد گذاشتم دم پنجره خونه، بعد من که برم خیلی مرطوبه این نم کشیده دیگه. دور آقا بگو من میخرم برا یه مداد برش بخرم. این دیگه درست رنگ نداره ولی خب من میبینم دیگه بسته. آقا فکر کردم با دوات و قلم می‌نویسی. آش بلد بودم. توی کست باکس هم از مسعود یه کامنت گرفتیم زیر اپیزود 205 که گفته آره کارون رفته بود، گفته دو تا نکته بهتره بگم. یکی اینکه کارون هر وقت اپیزود پیچیده مثل این اپیزود یا هرم مازلو یا از این قبیل اپیزودا میخواد بیاد، بهتره توی یه وایت بورد هم توضیحش بده. آره وایس اونجا برای بچه‌ها. و گفته این ما رو تشویق میکنه که بهتر حرفا رو بفهمیم و تو یوتیوب هم بیاد. فکر کنم اونجا برای من وایت بورد بذاری تو خونه. بعد دومش هم تلویزیون کردن جنگل. دوم هم گفته که اگه که آم گفته ما اندروید نداریم نمیتونیم بیام تو آیتونز واسه پادکست اندروید داریم ریویو بذارید. آها اندروید داریم نمیتونیم بیام تو آیتونز. ببخشید برعکس گفتم. آره بازم دمه کسایی که ریویو گذاشتن، همینطوری داره میاد. الان رسیدیم فکر کنم به 50 خورده ریویو توی آیتونز. دستشون درد نکنه. دستشون واقعا دستتون درد نکنه. شما ما 5 تا کردن ریویو تو آیتونز. چجوری میتونن بچا پیداتون کنن شنونده های ما؟ ما هم تو اینستاگرام هستیم، هم کست باکس، هم پادبین، سپاتیفای، آیتیونز، تمام سرویس های پادکست. حتی توی دسکتاپ هم اگه گوش میدین فقط سرچ کنین آجیل پادکست به انگلیسی یا فارسی، خود گوگل پلیر میتونین باش گوش بدین اگه رو دسکتاپ گوش میدین رو لپتاپ و اینا. بعدم آره تو اینستاگرام هم هستیم آجیل پادکست AJIL بعدم پادکست. توییتر هم هستیم. توییتر و اینستاگرام هستیم.
تویتر دست ایشونه. اتونا خیلی ساکته اونجا سوت و کوله. نه اتونا هر روز پست میذاره آن پوینت. آره. برید چک کنید. برید گوش بدید دیگه هر کی. آره ما بازم اپیزود بعدی هم با بچه‌ها جی هستیم ولی اپیزود تمومش کنیم میریم اون برمیگردیم. ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب. توی یوتیوب هم هستیم، میتونید برید فالو کنید. دستون درد نکنه. ما میریم و پنجشنبه با یه اپیزود دیگه با بچه‌ها جی برمیگردیم. فعلا خدافظ. خدافظ. خدافظ.